با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، دلتان شاد، تنتان سالم و روزیتان افزون باد. به کانال جادو خوش آمدید. سابسکرایب و لایک و معرفی به دوستان رو فراموش نکنید و زنگوله را بزنید. افراد مبتدی از انجام هر گونه تلس خودداری بکنن تا به خود، خانواده، عزیزانشان آسیب نزنن. دوستان، این آیدی اینستاگرام ماست و می توانید مطالب اینستاگرام رو هم دنبال کنید و چنانچه بخواهید با من صحبت کنید می توانید دایرکت دهید به اینستاگرام. گذشت خصلت بزرگان است و لذت بخشش بسیار زیاد است. حضرت علی می فرماید در گذشت لذتی است که در انتقام نیست، اما همیشه افرادی هستند که در آزار دادن و ضربه زدن و در دشمنی اصرار می ورزن. هرچه گذشت می کنید برای این افراد متاسفانه هارتر می شوند. دندان بیشتر تیز می کنند، بیشتر نقشه می کشند، آسیب به عزیزترین انسان می زنند. برای این افراد گاهی تنبیه لازم است، گاهی لازم است که گوشمالی شوند و در کارشان یا در زندگی حتی کمی بیمار شوند تا از آن غرور کاذب دست بردارند. به هر حال باز بخشش لذت بخشتر است. تا اینجا که رسیدی محبتی کنید و لایک کنید این پست را تا انگیزه شود برای گذاشتن ویدیوهای بیشتر. این طلسم حتی میتواند خطرهای فیزیکی بیشتری رو، شدیدی رو ایجاد کند. پس در مورد این طلسم با دقت فکر کنید و بعد عمل کنید، در واقع دوبار فکر کنید. در ساعت 12 شب در هر روزی بر روی 6 ورق قرمز بدون خط با حبر سیاه، با اسراف و تحسین سفلی، با شرایط اعمال سفلی، با بخور قرین فرد نقش کنید و قبل از نقش 7 بار آیت الکرسی بخوانید و بر خود بنوشید و توکیر را 111 بار قرائت کنید و در زمان قرائت بخور دهید. بعد از اتمام نقش طلسم در پارچه سیاه بپیچید طلاسم را و دور آن را با نخ سیاه ببندید و در 6 جای قبرستان دفن کنید. در قبرستان قدیمی، در بالای قبر کهنه و قدیمی دفن شود. 20 سانت زیر خاک دفن کنید و قدرت طلسم را ببینید. این طلسم بسیار بسیار قدرتمندی هستش. و می تواند انتقام شما رو بگیرد. امیدوارم در انجام این طلسم ابتدا فکر کنید، با تفکر پیش بروید و انشالله موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.